همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سان دیگو کالیفرنیا. آقای علوی، اعتراض بازنشستگان خب به مشکلات اقتصادی و سیاسی است و این در حالیه که صندوق‌های بازنشستگی به هر حال موظف به تامین بازنشستگان هستند، چرا حکومت نمیتونه مشکلات بازنشستگان را حل بکنه؟ اقتصاد ایران و به طور کلی جامعه ایران در چنبره یک سلسله ابر بحران‌ها، نه بحران‌های کوچک، گرفتار آمده که یکی از اونها همین بحران‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و اون هم به این دلیل که حاکمیت در طی این 40 سال گذشته، بیش از 40 سال گذشته، از منابع این صندوق‌ها که در واقع پسنداز و سرمایه گذاری کارگران، کارمندان و نیروی کار ایران هست، استفاده کرده، سوء استفاده کرده، رانت داده و به هر حال این صندوق‌ها دارای شفافیت پاسخگویی نبودن و در شرایط فعلی به هر حال این صندوق‌ها دارای ناترازی هستند. این ناترازی هم مربوط است به ناترازی کل اقتصاد ایران و حاکمیت با توجه به اینکه اقتصاد ایران هم کوچک می‌شود، هم ناترازی‌هاش تشدید میشه و همین که مشمول یک به اصطلاح تبعیض بسیار آشکار در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هست، طبیعتاً نمیتواند مشکلات این صندوق‌ها را حل کنه و به نظرم نمیرسه که حتی در آینده نزدیک هم، حتی اگر منابعی در اختیار حاکمیت باشه، حاکمیت به دلیل فساد گسترده، راند برحال پردازی و همچنین نبود منابع و این تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی بتونه راه حلی برای مشکلات مربوط به این ناترازی‌ها پیدا بکنه. خب این مشکلات منحصر به فرد و منحصر به بازنشستگان نیست، کارگران فولاد هم در اعتصاب هستند، معلمان هم شبیه همین مشکلات رو دارن. ریشه های ناتوانی حکومت در پاسخ دادن به این مطالبات رو در کجا باید جستجو کرد؟ خب اگر بخوایم در اصطلاح بر اساس آموزه‌های اقتصادی و تجربه بین‌المللی داوری بکنیم این مشکل رو، طبیعتاً باید گفت که حاکمیت دارای کارآمدی نیست، منابع رو تلف میکنه. یعنی حتی این منابع اندکی که به هر حال به اقتصاد ایران وارد میشه، اگر به شکل کارآمد استفاده بشه یا حتی به شکلی باشه که رانتی نباشه، شاید بشه گفت که مشکلات کمتر از این باشه. اما حاکمیت خب به هر حال نکته پنهانی نیست، در چارچوب اولویت‌ها و ترجیحاتی که وجود داره، البته مردم ایران، نیروی کار ایران، مستمری بگیران، بازنشستگان، کارگران، کارمندان، اینها در اولویت‌های رفاهی نیستند. بنابراین حاکمیت از اون منابع استفاده می‌کنه برای همین مسئله جنگ‌های منطقه‌ای که به هر حال تنش‌های منطقه‌ای، ستیزه با جهان، و طبیعی است که هیچ کشوری، نه تنها ایران، نمی‌تونه با این همه مشکلات سیاسی بین‌المللی که داره مسائل رو حل بکنه. به ویژه بیاد بیاریم که اگر منابعی هم در اختیار حاکمیت باشه، صرف دادن رانت به نهادهای امنیتی، سپاهی و به هر حال سرکوب میشه و بنابراین نمیتونه جوابگوی مطالبات نیروی کار ایران باشه در چارچوب فعلی. بنابراین لازمش یک دگرگونی ساختاریه و بدون اون نمیشه انتظار داشت که مشکلات در چارچوب این رژیم حل بشه. متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سان دیگو کالیفرنیا.